زن امانت است. انگام که روح در وجود تو دمیده میشه، تو در وجود یک بطن یک زن هستی. زمانی که تو گریه میکنی، در آغوش یک زن هستی. زمانی که عاشق میشی، در قلب یک زن هستی. پس زن امانت است، اهانت نیست. با او اهانت نکن. من یک زنم، زن خالق، خالق عشق، خالق عشق، خالق روح. رنگ نگاهت، صدایت همه از من است. پس مرا انکار نکن. انکار من، انکار وجود توست. سلام بیندای عزیز تلویزیون. سلام به هر یک شما عزیزا در هر کجا و هر گوشه که هستین. امیدوارستم که همگی شما عزیزا جور و صحت و سرحال باشین. و آرزو دارم که یک دیروز زیبایی را گذشتانده باشین و فردای زیباتر و عالیتر را در پیش داشته باشین. و امروز با لبخند زیبا، دور از گزند کرونا، دور از تشویش، دور از افکار منفی، با در یک محیط پرمحبت، در فضای پرمحبت خانواده های عزیزتان آغاز کرده باشین. فوزی فیروزی هستم، گرداننده برنامه زن در آینه زندگی از تلویزیون جهانی بهار. امیدوار هستم و خوشحال هستم که با دومین برنامه خود باز هم مهمان خانه های شما عزیز هستم. و امیدوار هستم که گردآورده های امروزی ما، لحظاتی که با ما هستیم، خوش بگذره و طرف قبول علاقه شما عزیز قرار بگیره. بیندای عزیز، در برنامه امروز خود مهمان عزیز داریم از کشور هلند، بانوی عزیز پروین جان زمانی. پروین جان زمانی نویسنده شناخته شده و رئیس بنیاد خیریه در هلند می باشند. امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشین و گفتشونی ده ای بانوی عزیز گرانقدر فراموش نکنید. زن موجود خالق شده الهی است که با حضور خودش در جامعه نقش برازنده ای را ایفا میکنه. بله، زن همان مادر رنجیده ای که با گریه و ناله فرزندش خواسته و نخواسته حضور دارد. زن همان موجود حضیده است که با آمدنش در خانواده پدر با خود خیر و برکت را میارد. بله، زن همان موجودی هست با همه درد و با همه گرفتاری های زندگی بازم در کنار تو هست، در کنار همسر عزیز خود هستم. بله، من زن هستم، زنی که غم روزگار را در گردن خود آویختم. و من زنی هستم که با رفتن به مکتب بر فامیلم ننگ و خار میدانه. من زن هستم، زن افغان. من زن افغان هستم که عرفهای زشت و منفی حتی امنوان و امجنس خود را متحمل میشم. بله، من میخواهیم رهایی پیدا کنم از این زندانی که افکار منفی هست. و من زن شجاعی هستم و ثابت میکنم با شجاعت خود بر شما ثابت میکنم خودم به حوج افتخارات و به حوج موفقیت ها میرسانم. بله، من زن افغان هستم، زنی که در دغدغه های روزگار سرد و تاریک بازوی همسرم هستم و بازوی خانواده دوست داشتنی خود میباشم. من زن هستم، زن بودنم را فخر میکنم. من گفتار افکار منفی مردم مالند پرنده هایی که عمر کوتاه دارن فراموش میکنم. بله، این همه استواری، این همه کار و فهم شجاعت نیاز و درک دارد. من این شجاعت را دارم. من زن افغان هستم. من همان زنی هستم که کودکی ما با اسرت بزرگی سپری کردم و بزرگی خدا با اسرت کودکی. من افکار منفی را با مطالعه کتاب
فراموش کردم و در قلب پر درد خدا با عبادت مرهم ساختم. بله، من زنی هستم که وقتی مسلکی را برای خودم انتخاب میکنم و من گفتم ایشه که تو بدکار هستی، خود فروش هستی، تو بد اخلاق هستی که در کنار مرد استاد هستی، ولی هیچ کسی پیدا نشد که به من بگویه که تو شجاع هستی، با شجاعت در کنار مرد برای خدمت وطنت استاد هستی. بله، من زن هستم. بله، من زن هستم، زن افغان هستم. من تحمل میکنم همه دردها و همه سختی های روزگاره، ولی با شجاعت میرسم. این رو میدانم که زنان افغان در هر دو سکه زندگی شجاع هستند، شجاع بودند و شجاع میباشند. ولی بنایدی زن افغان همیش قهرمان بوده و همیش با همه کشمکش های زندگی، با همه فشار های زندگی هیچ وقت استادگی نکردن، هیچ وقت عقب نشینی نکردن و همیش به پیش رفتن و همیش مبارزه کردن و خودشان به جامعه نشان دادن که قشر مهم از جامعه هستن. چنانچه در وطن عزیز ما با وجود همه مشکلات و محدودیت های سنتی بازم زنان توانستن که با پذیرفتن ریسک های بزرگ توانستن که در دوره های مختلف برای اولین بار در پست های چی دولتی، چی سیاسی و چی غیر دولتی و حتی در نماینده پارلمان، مردم در پارلمان ایفای وظیفه کنن و خودشان را نشان بدن. امی تلاش های نفسگیر از اینها، امی ریسک های بزرگ، پذیرفتن ریسک های بزرگشان بودند که امروز خودشان را در یک جامعه سنتی نشان دادن که زن به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار است و زن قشر مهم از جامعه است. چنانچه و این زنها، این زنان افغان چی در گذشته، چی در امروز و در آینده هم تاریخ ساز کشور خود بودن، هستند و می باشند و افتخار وطن خود هستند. چنانچه در اینجا ما چند خانم ورزیده که تاریخ ساز شدن، افتخار وطن شدن، برای شما می خواهیم معرفیشان کنم، گرچه که زنان پر افتخار ما خیلی زیاد هستند. ولی چند تای زینا را من اینجا نام می گیرم، در آینده کوشش می کنم که باز هم نام از این خانم های قهرمان افغان خود که افتخار وطن ما، افتخار مردم ما هستند، برای شما نام می گیرم. بانوی عزیز نیلوفر جان رحمانی اولین پیلوت زن که توانست با تیزهوشی و توانایی که داشتن توانستن در سال 2012 به درجه افسری از ایالات متحده امریکا فارغ شوند و به نام زیباترین پیلوت زن در جهان هم شناخته شدند و این خانم قهرمان جایزه زن شجاع را از وزارت خارجه امریکا به دست آوردن. افتخار است بهشان. نخستین گوینده زن در افغانستان. نخستین گوینده زن در افغانستان بانوی عزیز لطفه جان سراج، نخستین بانوی هستند که به عیس گوینده رادیو شروع به وظیفه کردن. بانو لطفه سراج دختر سردار عنایت الله خان، فرزند ارشد ابی الله خان می باشند. بانو سراج در سال 1358 در افغانستان به عنوان گوینده ایفای وظیفه کردند. افتخار است به ایشان و ما از این خانم های قهرمان خیلی زیاد داریم. زن عزم نمیشه، این شعار زن است. زن عزم نمیشه، زحمت نکشین، خشونت نکنین، زن به پیش میره. از ترس شما، از خشونت شما حراس ندارن، جان میدن ولی عقب نمیشینن. نخستین وزیر زن بانوی عزیز کبرا نورزی، نخستین وزیر زن در افغانستان که در سال 1932 در کابل متولد میشن و از لیسه ملالای فارغ شده و در رشته ساینس تحصیلات خودشان را در پوهنتون کابل آغاز میکنن و در همین رشته ساینس در فرانسه به اکمال میرسنن. کبرا نورزی نخستین وزیر زن میباشن که عضو کابینه محمد هاشم خان میوندوال صدر اعظم سابق افغانستان بودن. نخستین والی زن از شرایط کنونی
بانو عبیبه‌جان سرابی اولین والی زن که از چراغ‌های سیاسی کنونی افغانستان هستن از ولایت غزنی می باشن. بانو عبیبه‌جان سرابی از دانشگاه علوم تیبیت فارغ شده و مدت در همین دانشگاه به عیس استاد ایفای وظیفه کردن و سپس بانو عبیبه‌جان سرابی در سال 1384 از طرف رئیس جمهور کرزی به عیس والی بامیان وظیفه گرفتن. زن قهرمان در شرایط جنگ مبارزه کرد و پیش رفت و اولی آوازخوان زن. امروز ما شما میبینیم که تا امروز هم یک تعداد مردم ما هست که میگن هنرمند است، خواننده است، با مدرک رقاصه است. من نمیفهمم چونی با الفاظ توهین آمیز هنر خودشان را توهین میکنن، هنرمند خودشان را که زن هستن توهین میکنن. ولی با تاسف که با آهنگ های ایرانی مثلا گوگوش لیلا فروهر خوشحالی میکنن و های های لذت میبرن و به خانهشان، به موترشان، به هر جای یا آهنگ هست. درست است از افغانهای آوازخانه خود ما هم هست ولی با کلمات توهین آمیز زیاد میکنن. نخستین آوازخانه زن زنده یاد بانو مهرمان پروین، اولین آوازخانه زن بودن که با چادری شروع به خواندن آوازخانی کردن. بانوی عزیز زنده یاد مهرمان پروین در سالهای 40 میلادی شروع به آوازخوانی کردند و این بانو مشوق او بانوان دیگه شدند که آرزوی آوازخوانی را داشتند و جرأت نداشتند، مانند استاد عزیز استاد مهوش، زنده یاد مهرمان ژیلا، زنده یاد رخشانه. اینا به تعقیب مهرمان پروین برآمدن و آهنگ خواندند. این مهرمان پروین تا که تا تمام دوره عمر خودشان با آوازخوانی سپری کردن و با هر زبان ملیت افغان آواز خواندن. اینا زنان قهرمان بودن، زن قشر مهم از جامعه ما و تمام دنیا. زن مبارزه میکنن، خشونتتان بیفایده است. خب بنده های عزیز، در یک قسمت برنامه قسمت که در شروع گفتیم که مهمان عزیزی داریم از کشور هلند، بانوی عزیز پروین جان زمانی. پروین جان زمانی در سال 1339 خورشیدی در یک خانواده روشنفکر در شهر پونه کابل به دنیا میاد. بانو پروین جان زمانی یکی از شاگردان ممتاز خودشان دوره خودشان بودند و چند صنف را با استعدادی که داشتند چندین صنف در دو سال به اکمال رسیدن. سپس پروین جان زمانی از لیسه عالی رابعه بلخی به درجه عالی فارغ میشن و برای ادامه تحصیلاتشان در رشته انجینری عازم ازبکستان میشن و در نیمه سال تحصیلیشان نامزد میشن. ولی باز هم ای بانو دست از تحصیلاتشان بر نمیدارن و ادامه میدن و تا اینکه برای دفاع دیپلم خود، دیپلم البته ماستری خودشان در پلی‌تکنیک کابل به اکمال میرسانند. ولی و باز هم بعدا در سالهای 1985 در رشته تکنولوژی کیمیایی جیولوژی و معدن از پلی‌تکنیک فارغ میشن و در این دوران صاحب دو پسر نازنین هم میشن، با وجودی که مادر میشن ولی تحصیلاتشان را ادامه میدن. اینا از جمله خانم هایی هستند که خشن خشونت استادشان نکرد، پیش رفتن. بانو پروین جان زمانی با وجودی که دوره تحصیلاتشان را به درجه حالی به اکمال رسانیدن ولی دوره تحصیلیشان خاطرات چندان خوشاینده نداشتند. خوب بیننده های عزیز، زیاد برای حرفی نمی کنیم در باره پروین جان زمانی، آله میریم به سراغ خودشان ببینیم که خودشان چی گفتنی های دارن. البته که من می خواهیم کمک از دوران طفولیتشان بر صحبت های داشته باشیم و بعدشان به دوره های موفقیتشان که نگفته نمانه که امروز پروین جان زمانی نویسنده شناخته شده کشور ما یا در جمعی زنها یا در کشور ما نویسنده فوق العاده برزیده هم هستن که کتاب هایشان خرید علاقمند های زیاده پیدا کردن. خب پروین جان عزیز سلام،
خوشحال هستیم که دعوت ما رو پذیرفتین. خوش آمدین به برنامه ما. درود بر شما فوزه جان فیروزی و بینندگان محترم تلویزیون بهار. تشکر از این که مرا در برنامه وزین زن در آینه زندگی دعوت کردید. جهان سپاس. تشکر از شما. خوش آمدین. باز هم خوش آمدین. افتخار بخشیدین. خوش باشید. پروین جان عزیز، اگر یک بار دیگه خودتان معرفی کنین برای بینندای عزیز به زبان خودتان، خوش میشیم از شما. تشکر. قسم شما گفتین نامم پروین زمانی، در شهر کابل به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم و بعد از اینکه تحصیلات من چند سال در حدود 4-5 سال در تاشکند ازبکستان شوروی و شروعی وقت و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل ادامه دادم و مستریم گرفتم و بعد از اومه البته یکی دو سال در شورای سراسری زنام یک کمر کار کردم با یک ترجمان یپا. بعد از او به رشتیم شروع کردم و مدت 10 سال با یک انجینیر در فابریکی خانه‌سازی کار کردم و دمو شهرک از اونها کنم و قصه بود زندگی میکردم و 4 فرزند از این البته ازدواج کرده بودم شما گفتین و 4 فرزند که 2 دختر و 2 پسر دارم شکر. خدا را شکر. بله و شوهرم در حادثات و جنگای داخلی بعد از آمدن مجاهدین از دست دادم با کمال درد. و در سال 2000 پناهنده کشور هالند شدم و مدت 21 سال است که در کشور هالند زندگی می‌کنم. تشکر از شما پروین جان عزیز. متأثر هستم که شوهر جام شهادت نوشیدن، ولی جای افتخار است که تا اولادهای پر افتخار هم به دورتان داریم. پروین جان، شما از در قسمی که مطالعه کردیم در قسمت شما در سنای بسیار بسیار خرد که بین سن 6 و 7 بودین، یعنی غیر قابل باور است بیندای عزیز که در سن 6 و سن 6 سالگی و 7 سالگی که کاملا طفل گفته میشه، بر میندون در حسن احساس مبارزه را برشان پیدا شد. چی دلیلی بود؟ گفتم میتونین در یک قسمت شما بسیار خرد بودین، بلکل طفل بودین، چطور که خواستین مبارزه کنین و مبارزه به خاطر چی؟ فوزه جان نازنین، این مبارزه خود به خود و یعنی خود جوش بود به اصطلاح. یک سوال همیشه پیش ما پیدا میشد که چرا بچه های انسان سال ما همگی مکتب نیره و دخترها باید خانه باشن. در اون شرایط که یعنی در افغانستان هم خوب بود، این داعش و طالبی چیزا نبود، منتها بود ملاهایی که مردم شستشوی مغزی میکردن و به خاطر فعال نگاه کردن دوکانای دینیشان مردم وادار می ساختن یا تبلیغات می کنن که دخترها باید مکتب نره، دخترها خانه بشینه، دخترها تحصیل نکنه. و ما هر روز اینم سوال در ذهن ما تکرار میشه، من دیگه گپای ملا رو نمی فهمیدم، نمی خواستم بفهمم، فقط یک سوال بر من تکرار میشه، چرا من نرم، چرا مکتب نرم. و وقتی رخصتی میشد گپ به درازا نکشه، منتظر خواهش میکنم، منتظر دانه در روزی کوچه استاد می شدم و دخترکایی که از مکتب رخصت می شدن و ایتان رو من فقط سیل می کدم و ارمان می کدم که یک روز رقم از این نام هم برم. و چیز جالب دیگه که برام بود، برادرم بود که بسیار رفیق بودیم و دوست بودیم، سمیلیت در خانه ما فوق العاده خوب بود و پدرم خودش یک معلم بود، منتظر تاثیر کلانای فامیل رفته بود که بیچارم چیز کدن هم ایتانست. باز من منتظر میشتم که برادرم چی وقت از مکتب میاید و این بکس چیزی که میگرفتم و مثل یک صندوقچه گنج یا یک چیزی که در او بسیار گفاست که من باید یه دفعه رو واس کنم، سعی کنم که این برادرم امروز در مکتب چی کرد و او برام اجازه میدم. باز من تمام کتابچه زیر ورق میدادم کارخانه، یک دفعه تا میرفتم کارخانه که نشته کنم، باز اگر میخواست خاطری کنه که بچه ها یا فوتبال کنه یا چیز بره بیرون میگم بکو خیر. امین یه میبخشین ترون جان گل، بسیار زیاد میبخشین که من شما را استاب کردم داخل صحبتتون شدم. شما در خانه بودین،
تو خواندن نوشتن یاد گرفتین که میخواستین کارخانگی برادرتان کنین. این بسیار جالب است. تو بود که پدرم یک آدم بسیار کتاب خوان بود به اصطلاح. بله ها. هر روز هر شب اینا کتاب میخواندن. بله. و ما یکانه کار که میکردم پالی پدرم میشیشتم. یکان دفعه از پشت سر سرم سرشانیشان میماندم. فقطم کتابشان را تایل میکردم. و برای پدرم میگفتم که شما بلند بلند بخوانید. وقتی که پدرم بلند بلند میخواند ما تمام خطا را تعقیب میکردم. و تمام دزنی میشیش. از اینجا ما به اصطلاح یاد گرفتم خواندن از اون کتابای پدرم میخواند. جالبه. و بله یک جالبم داره که یک روز پدرم مادرم چیز گفت پدرم گرد زدن باید مادرم وقت پس پاس شروع کنه باقی ماندهش بخونه از یک خط دیگه شروع کرد. ما دستم گرفتم در خط دستم نه پدر اینجا بودیم گفتم اینجا بودیم باور کنم که خیلی قابل باور است. بله گفتم شما اینجا توقف کرده بودین. یک دستون ما سعی کرد گفت چی میگی تو؟ من اگه پشت سر در سر شانیشان سرم از ما بار خطاشم کنه پدرم کار نشه سر من نگوه چرا یاد گرفتی؟ گفتم ای کمه تا مفهومید و مقصد که نمیجا بودی. پدرم بسیار تعجب کرد مادرم از صدا کرد گفت که دختر خود به خود گفت از اینمی که من روز مطالعه میکنم کتاب یاد گرفته. مادرم هم خوشحال شد در دیشان هم متاثر شدن بعد از روزه که تصمیم گرفتن برای من یک معلم خانگی بگیرن. چون و هر روزم که پدرم برادرم کارهای خانگی شد به ریاضی کمک میکرد من قرار پالوشن میشیشتم این دور نمیشد من بیادرم از پدرم. اما علاقه که داشتین بله. علاقه خاص من نه در ساتری و نه در گودی بوزی و نه در بیرو رفتن و نه کت دختر و فقط فکرست من سر کتاب قلم بود و اینمی دست بود و اینمی سوال حل کردن بود که پدرم حل میکرد باره نشانش میداد که قسم حل کنه. ما یعنی غیر مستقیم همراه از اینا یاد گرفتم میرفتم. باز پس هم بگر پدرم دید که نه گب یک کمکی دیدیستیم واقعا میخواید و از اونجا هم کوچ کرده بودیم از شهر کونه کابل و فامیل هم جدا جدا شده بودن کس دیکتاتیر کس نه بود دیگر. بله. باز پدرم برای من معلم گرفت معلم خانگی باز خوب اساسات همه چیز به من آموزش داد. باز من رستم خب دیگه بگه پایش دور دراز است که مقصد عمر گرفت یک خانم مامایم بود یادشان بخیر معلم بودن اونا بر من کمک کردن. باز رفتیم عمر گرفتیم و باز رفتیم مقصد عمرم با مشکل میداد چطور امکان داره که 5-6 سن پر یک دم امتیان بدن. باز مقصد شد باز رفتیم یک جایی در بله بله در بله در مکتب زینب بود ما بلکن نابغه بوده نابغه استیم پدر میگن دفعه میگه برادرای مالم خنده میکنن میگه تو نابغه پدر مستی. واقعا که شما اصلا هیچ الفبار شروع نکردین. بله با زینبه تو دیگه بینی میشکل نیمه کارهای مشق و ترارو میکردم بچه کنگه مدن از مکتب مشق میکردم مام خلاب شد گرفته مشق میکردم. باز چی شد؟ باز من رفتم در مکتب بینه بوتکی باز اینجا برم یک پروگرام منظم کردن دیگه باز همی 5 سنفه امتحان هم بیخی موفقانه گذشت سنف 6 هم میخواستم که امتحان بتم سرمالم گفت سنف 6 ما دیپلوم میدیم هم مسابقه مکتبه ایسی دیم بله ها بله ها میگیرم شادنامه شادنامه سنف 6 و یه امکان نداره تو باید سنف 6 بخونی برست. باز من اونجا شامل سنف 6 مکتب شدم باز همون سال لابلونگه شدم باز شازنامه گرفتم راوی بلخی رفتم. راوی بلخی هم که رفت همین سال بود که داود خان چیزش بود یادم نمیاد کودتای داود خان بود؟ کودتای داود خان بود بله بله همین سال بود. باز من رفتم لیسه راوی بلخی سنفر تک خاندم اخلاص میکنم نه باید اصلا بالاتر باشم. باز رفتم در پیش مالون گفتم من میخواییم سنفر شدیم که هم بکنم گفت نمیتونی بخاطر که خود ستان مطمئن رو بودین؟ بله یا بسیار یک داره امتون چی بدم شلی کار بدم به اصطلاح خاطی پشت یک چیز میگرفتم. باز ای گفت که این مشکل است تو باید امتیان کنکور اگه ازم باش امتیان کنکور ست پشته داود خان چی کرد روی کار کرد. بله اینمی چی بود ست پشت باید شاگرده امتیان کنکور بده شاید کسایی که از اون دوره است یادشان است. باز ما گفتم اوکی میتونم امتحانم. باز زمستان ما کل رخصتی زمستانه ما درس خواندم. تا
در خانم سپشت یک برای مشکل تر بود. بازم معلم خونگی پدرم برم گرفت از خاطر ریاضی و جپان. هندسه می خواندن سابق دوستان خواند. خود گرفت امتحان چی را دادم؟ امتحان سنف هشت، امتحان کنکور. امتحان کنکور هم گذاشتندم، امتحان سنف هشت هم سویه گذاشتندم. کنکور را سنف هشت دادیم؟ امتحان کنکور سنف هشت بود دونم. یعنی به حساب دو کنکور بود، یک سنف هشت بود و یک کنکور فارغ میشتم. باز من سنف هشتم هم سال امتحان سویه دادم و امتحان کنکور سنف هشتم گذاشتندم. اما قیادم است که چیز یک برای سخت بود. شریعت آیات قرآن شریف بود دون سنفا. کسی که از اون دورات یاد شد. شریعت نه شریعت نمی گفتن. یکی شریعت بود؟ علوم دینی بود؟ علوم دینی بود. مقصد علوم دینی بود که آیات قرآن شریف باید دادم در امتحان در ورق خود نشته میکرد مانا. تفسیر بود؟ تفسیر شریف بود. ولی آیا چیز بود. اما تو یک چیز بود. یادم رفته دیر سال شده. بازو را چیز کردم. امو یک ذره مشکل بود اما امو را تیر کردم. یعنی میترسیدم از این. بازو را موافقانه تیر ریادی کلی چیز خلاص شد. آمدم نتیجه ما محمد از دو امتحان باز شامل صرف نو شدم. یا بله شامل صرف نو شدم. شامل صرف نو شدم باز دمیتون کنم دیگه باز اول شدم. بسیار جالب ولی بر من قدر جالب بود که یعنی فقط از خواندن کتاب آل در این ملکا میگن فیلم ببین که ماورا لسان یاد بگیرینه اما شما صرف از یک خواندن کتاب آمد عصبیتون بسیار بالا بود وقتی که پدر میخوان بسیار عصبیتون بالا بود برای که شما بسیار خرد بودین ولی تانستیم که خدا برسانین افتخار واقعا نابغه هستیم خواهش میکنم خب پروین عزیز سوالایی که من باید میخواستم بکنم که در خود به خود در بین صحبت های شما همه جوابای خود من گرفتم که بسیار جالب بود و پس دوباره میایم سر مبارزه که چه مبارزه را سوال ما سر مبارزه بود که چطور باز مبارزه عقده حتما براتون پیدا شده بود که برآمدین بر مبارزه همین دوره تحصیلیتون که دختر بودین و به خاطر که اجازه نمیدادیتون درست پیشتر شما گفتین نمی بود بله دیگه من تفاوت ها رو میدیدم تفاوت ها رو تفاوت زن مرد چه تفاوت است بله چه دختر تفاوت است چرا در فامیلا مقصد مسئله تحصیل در فامیل ما کدام چی دیگه نبود پدرم بچه ها دختر خود یک دوست باشه مطمئن در جامعه ما میدیدیم که تفاوت زیاد از بین دختر بچه اینه میتونیم در مانی تحصیل دختر میشه چرا میشه بله و ای بر ما یک بسیار یک نقطه درد بود بله پروین جان راستی واقعا در برابر عدمی تعصب بین دختر و بچه بود معذرت میخوایم از شما و از بینندای عزیز تعصباتی که بود شما موفقانه تانستیم که از او تعصبات خودتان بیرون بکشین مانی تحصیلتان که شد آنقدر موفقانه برآمدین که غیر قابل باور بود راستی تبعیض شکستاندین در بین فامیل تبعیض شکستاندین و پروین جان در آیا من اشتباه شنیدم یا مطالعه کردم یا چطور شما در اوایل جوانی که آل رگه به طرف جوانی میرین شما رو مجبور ساختن به پوشاندن چادری شما با خیال شما کل قصه کتاب ستارهای سرزمین ما رو مطالعه کردین اگر اوکی نیسته نیست بگذارین نه چی هیچ کسی نیست یک قیطه های جامعه ماست من افتخار میکنم بله. من دانستم که خدا آزاد کنم مدید بله دیگه او قطع سبب که بود که از دور و پیش که دختر مکتب خود اگه دختر که جون شد دختر دیگه باید همون یگانه دلیلش بود که نروند که دختر جوان شد دیگه خب باید خود پیچیده باشم با من هیچ مهم نیست هیچ با من چی نداره من چادری پوشیدم بله. سنف نو بودم همی که همون سال امتحان سویه دادم امتحان کنکور سنف نو شامل شدم دیگه این سال بود که من باید چادریام میپوشیدم یعنی که جوان شده بودم اوها باز من گفتم پروا نداره باز من تا نمیخواستم سنف این بپا ما خودم مثل سال یک کمک آدم بله ها آدم سالای خود بله میشرم حالا نمیشرم من وقت یک کمک شرم داشتم باز دیره چیز کدم باز من بسیار پت میکدم بسیار به وقت میرفتم یک اما نفرهایی که
در داخل مکتب ها هستن که پروسی زن میده کنم. پروسی وینا هستن بله. آه او در خانی از اونمو زن از او دالیدک تیز کردم در دروازه داخل میشتم. من چادری هم جمعی من دو باز دیگر نرمال چادرک سفید خود پشده. میرفتم سن تن دیگر در سن سفتان و سرف بودم. اول نمری زن بودم کل دخترها میتونم داشتن معلم هم دوستم داشت. دیگر ایش کفو نبود بازوادی رفتنم یکم نو وقت میرفتم. باز مقصد یک روز افشا شد. افشا شد اینو جالب است بگو این افشاره. بله. باز یک روز که هم چقدر دید چقدر دید چادری تان پت بوده؟ والا مستل تو نور دیگه کاملا تقریبا تا آخره که نشده بود آخر. بله. باز یک روز تو خانم نبود در روزی اتاقش بسته بود دیگه یه چادری در دست ماما. ایت نمی فهمیدم کلیه کجا کنم باز میره کلوله کردم در موبین دست کولم. نه همی بایک مکتبم داخل کردم و کتابایم سرشوانم سنت رفتم من تا بسیار میتر دیدم که همی دفترا یک با نکشن از چی باز چیز شد حتما چادری هم از چون شما بسیار خرد بودین حتما چادری هم بسیار کلان و دراز و چی بوده باشه آه دیگه یک خدا میدانم از چه قضا بودیم اما میگفتم خیر از خاطر در باز امروز نگران سنف ما رفت یادش رفت کمی ترخ سلی یا اصفاق میگفتن اگر بله بله امور امضا کنه امضا کنه بود سفی من کل وقت شیش ما موید جادری روش کردم کس نبینه اما بر یک لحظه معلم گفت که از پشت گلکین تیر میشد گفت که پردین بیاد ترخ سلی وقت من امضا کنم ما گفتم سنف بودم من میره گرفته بر یک چند دقیقه دیجود هستم که معلم امضا کنه معلم هم یک چند دقیقه دیدیم یک غال مغال دستم بالا ورخطاشم گفتم با خدای چادری بر اومده از حضرت کهل وقتی که پس آمدم داخل شدم دیدیم چادری دستر یک دختر است و دسترش نیزا از این میز دوم از این سنفی هم بگن بله و کل دخترهای دیگه از پشت دیده دویده دامنهای چادری رو محکم میگیرن بتک مبو بشم هر کس من که در آمده بسیار اصلا خراب شد و اینا که دید ای چیز نگفتم ای چیزه تنها چشمای پراب شد گلونم پراغده شد ایت نگفتم خودشان احترام داشتن زیاد اینی یک احترام متقابل بود ساعتا ما بعد از وقت خانه نمیرفتم میشتم که تجنه ریاضی کار میکردم یعنی یک محبت داشتن یک احترام کفتان است خوی دختر رو آجل این چادری فهمیدن که بعد ما مد تاو دادن پس دکل ما چیز نه و ما تا آخر ساعت کسی هیچ کس ای چیز نگفتم نه گله کردم نه دعوا کردم نه آفرین به بردباریتا چی میکردم گفتم مال اینو کار شد خب وقتی که برآمدم آمدم خانه شما میبگین مبارزه ابی که نم در اومدم که پدرم گلا رو میتد روی امی اونم لحظه دیگر نو خودی که تا او وقت نگاه کرده بودم دیگر یک دیگر انفجار کرد دیگر نتانستم گریم بگیرم این چادری را سر گرم و کلوله کدم در این موبین گلا و لایا دیگر انداختم انداختم پدرم چی هم شد گفتم من دیگر ایره نمی پوشم گفتم گفتم از خاطر از این تبین شدم و پدر نمیخواست اولادش تبین شده یا اولادش یک گفت خو خو ایچیز نگفت ایچیز نگفت به یک چادری موبین گل لایی یکی شد باز رفتم کار کردم من مشاید نانم مخوردم صبح که خیستم بکت مکتب ما که انداخته بودندم سر تراس امو رو پس گرفتم و دی چادری همه تو تا شدم پدر ممو جا در سر تراس تاد بود و زمی گرفت و چطور بود کلام بکتب داشت که من را سیل کرد و من دلم دلر کنال پدرم میگه که اجازه نداری بری بر اومدم هم تو روان شدم به طرف ایستگاه بس اما همیشه پشت خدا سعی میکردم کل کس میایی مرا میگه محکم بگیرم میگه نه دیدم نه هیچ کس نبود و در زود روز اگه باز ما بدون چه داریم بازم بازم محققانت پیش رفتیم و خوشبختان یعنی جای خوشی بود که پدرتان شخص فامیده بود چون بخواد نمیخواستم که بزرگارم خفه و آزرده بسازن بله ولی برای اولاد خودم چیز کردن نمیتونست مگم هر خواستی تانم با دهنش چوب جواب میداد واقعا در پالیتون اونا بله. بود بله. وقت شد که من امتحان کنکور سنت دوازده را خلاص کردم بله. در بورس کاندید شدم وقت بشوره بینیم پدر مرا اجازه بود بله گفتم اونا چون خودشان روشن فکر بودن آرزو داشتن که باید دخترم همه چیز باید تکمیل کنند مگم چیز کردن نمیتونستن مگم مبارزه خودتان تانست که پدرتان شما را کمک کنه بله بله پس آنها دیگه میگفت نمیتونست که استاپتان کنه یعنی مانیتان شوه نه جالب بود بسیار زیاد جالب بود و
واقعا افتخار است به شما که چقدر احسنهای خورد چی در دایره پشت سر گذاشتان دین. بله. که موفقان از هر کدامش بیرون شدین. خب پرون جان، حال شما که از مکتب فارغ شدین و همه دردهای زندگی را پشت سر گذاشتان دین و از فاکولتان فارغ شدین و اولین باری که شروع به کار کردین، کجا چی کار کردین؟ در کابل شروع کردین به کار؟ بله، اولین کار رو بخو اخوام در دیگه انترویه ایم هم نگفتیم. اولین کارم در شورای سراسری زنا بود. خب همی علاقه مندی که به خانما داشتم و اونجا زیادتر و همراه همی کسایی که خب شورایی بودن دیگه در وقت باز خیمه های صلح دایر میکدن یا دکترای بدون مرز بودن. دکترای بدون مرز اینا مردم رایگان در هر قریه و در هر منطقه اینا رایگان تداعی میکدن، مگر اینا در بین مریض و دکتر باید یک نفر میبود که افهام تفیل میکد. من که تز دکترها زیاد میرفتم و مواد توضیح میکدیم، خانه معلولین خبر میگرفتیم، در ولایات سفر میکدم که زمین جمله بدخشان هم در کتاب ذکر کردیم که بدخشان رفتم بر کمک زنا و در زن برادر مامو جبود وظیفه سروازی را مگذشتان اونجا برادر من باز ملاقات کردم. یعنی یه دیگه پاره باز میده قصه ما وردی. بله کتاب ما بر علاوی دو سبتا باز قصه هم داره. خب بسیار جالب است. در مدتی که شما در هالند هستین باشین که من یک سوال اینجا داشتم آیا در آن. خب شما در هالند پروین جان تا جایی که من خبر دارم شما یک انجمن به نام یا بنیاد خیر ایجاد کردین. بله به نام آینده. آینده و یکیم قبل از اینکه مثلا از این موضوع صحبت ما شما بکنیم، شما کتاب نوشتین، کتاب آشپزی رو به دو زبان نوشتین که من اینجا عکسشم دارم که میخوایم به بیننده ها نشان بتم، به دو زبان انگلیسی و هالندی نوشته. هدفتون از این چی بود؟ هدفتون به خاطر از اینکه کتاب آشپزی افغانی رو به زبان هالندی و انگلیسی بنویسین، هدف اصلی شما چی بوده که تصمیم به مچی کار کردیم؟ بله فوزی جان، ما یعنی اینمی یک کمبود یک خالیگار ما در اینمی وطن می دیدم. بله. مثال اولادای می گفتن مادر چقدر غذای خوب پخته میتونی خیلی میره به سبتایش بر ما بگو. من می گفتم ما در افغانستان تا زمان مادر کلان و مادره بله. که ما نفر سیومشان هستم که نواسیشان ما رسپ نداشتیم، از رو پیش خرید نداشتن. زنا خودشان یک احساس داشتن، امرای احساس خود خدا پخته میکنن. دیگه رسپتی چیزا هم از گذشته ندارم. اونا گفتن ما در اینترنت سترام باید یک کتاب چی نکدیم که در نرم استنداردهای بین المللی چی باشه. بس که مولین کتابتان هم همی هستن. بله آمود از خرخت. بله این در سال 2008 با کمک پسر مسعود جان که چیز بودن مسئل دیزاین اکادمی بودن این کتاب چاپ کردیم. باز وقتی که ما دیدم که نی اولادای که در این ممالک خارجی کلان میشن با نرم استنداردهای بین المللی آشناستن و ما او رو نداریم، نه تنها این کتاب دوم اومد بله که در این وقتا چاپ شدن و اینمی کتاب ما نداریم. کتاب ها نه تنها اولاد ما از ضرورت داره و از ما پرسان میکنه، اولادای هزاران مهاجره که همیال خارج از کشور هستن اونا هم تقاضا دارن. یک عدف بود و عدف دیگه می بود که یک کمکی به مردم آلند هم خدا بشناسانی. بله کار خوب بود، چیز بسیار جالب بود برشان داره. و اینجا یک تصویر شما، یک عکس شما بسیار بر ما قابل یعنی بسیار بر ما دلچسبه که ما بیارمش به اسکرین. کتاب های زیاد هم چاپ کردین و اینجا بخیال تازه کتابتون بر آمده و جشن گرفتین. اولادای ما بله این کتاب اصلا با مخم بسیار مطلوب بودم، بسیار رسپت ریسرچ کردم و نشته کردم ترجمه کردم میگه پا من تا یک شخص چاپ کردیم در سال 2008 کتاب دوم ما یک کمک تاو
سال خورده اولادا زیاد سر از این مصرف کردن و ترجمه کردن و یخو به لسان انگلیسی و هلندی انگلیسی هم. باز من هم فهمیدم که چه وقت چاپ میشه. درست. باز چیز کردن. باز اولادا این سورپرایز بر من مانده بودن به روز 8 مارس و من این توفه بودن. باز اون روز 8 مارس من گفتن مادر میشه که دفعه دیگه پیش ما دم جای کار شد. میتونم بپرسم 8 مارس امسال یا سال گذشته؟ امسال. بخیر امسال. خوب خیلی بالکل کتابتون تازه است. بله بله بیخی تازه است. بله. باز اینا گفتن مادر بیا. باز نشستم رفتم وقتی که داخل شدم کنارت یک جشن گرفتن و قودای کتاب و از کینجا ماندگی ولی خیلی اما تو متعجب من باید گیرم کرده باشه بسیار بخی اگلا تعجیب غریب داشتم گفتم چی هست باز گفت که نزدیک شدم که سرمه چیزا رو باد کردن و این سخانه رو چی کنن باز ما واقعا دیگه بسیار یک لحظه زیاد خوشایند بود گفتن مادر اینی هم کتاب هایی که جای افتخار بود و جای پاشیدن گلم برتون بود بله بعد از اون دیگه باز من یاد دیگه با دینات آنلاین خود روز به روز دنیا تغییر میکنه از اون کتاب اول تا کتاب دوم شرایط دنیا تغییر کرد حالا همه چیز آنلاین با دینا میره آنلاین ماندن که کسایی که در بیرون از مرز هلند اونا میره چی کتاب انگلیسی ما را بتانن بله علاقمندان پیدا کردن حتما فوق العاده زیاد فوق العاده بله 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 بازی را چی کردن حالا از تمام وبسایت ها از آمازون از bull.com و از سلکو کنگ از خود همین بچه اولادای من ای را چی کردن یا رای بری شما مثل بکارتی بازی را از اون طریقا آردر میکنه مردم و سوست برشان میرسه از طریق سوست درست مردم زیاد رازیستن بر هر کس که میرسن پس عکس میگیره به ما روان میکنه یا یکی غذای را پخته میکنه کتاب را میمانه اکسان را برش ما روان میکنه باز خیالم باشین طرز آشپزی را اینجا نشان دادین فکر میکنم که اگر اشتباه نکرده باشم ما باید او فکر کنم چیز باشه او فکر کنم که کوک ورکشاپ باشه بله اینی اینجا بخیالم که شما طرز آشپزی را به آی کوک ورکشاپ هست بله. چیز هست کورس آموزش غذای افغانی بر هلندیات که از کتاب اول من است خب یک چند سال پیش است بله خب حالا از این کتاب دوم منوز ما فعالیت های اکتیویت های چیز ما شروع نکردیم برای که آل خاطر کرونا بله اگر که سبا یک چیز دارم به تلویزیون هلند ثبت بله. میشه یک پروگرام بله یک خب هلندی ها محساس نشور خوردن منطقه این مسئله است که چیز است از خاطر کرونا یک ذره نال نمیتونیم تو کارهای رو سابق میکردیم باید یک مک انتظار بکشیم که الفیلا آنلاین میهیم تا که باز در خدا کرونا رو دمک تو برداره بله آه دیگه این هم یک مک دست پای ما رو بسته که مانه همه چیز شده مانه شده دیگه یک داره این وقت بیتر شده باز بخیر با دفعه سر آلندی برنامه رو باز میگیریم دوستای آلندی ما هستن که اینه چی میکنن به اصطلاح شرفیش گرفتن یا میخواین که این کار شود درست خب بیندای عزیز بیشترم که من به شما گفتم که با همه فعالیت ها و تکلیف هایی را که پشت سر گذاشتندن و بالاخره به موفقیت ها به اوج موفقیت ها را رسیدن میبخشیم باز هم پروین جان یک بنیاد خیریه را در هلند افتتاح کردن که خودشان حالا از ایشان میپرسیم که چی انگیزه باعث شد که شما اتا یک بنیاد را ایجاد کنین و حتما این سفرهای داشتین به افغانستان یا از فقط صرف از طریق هلند به مردم کمک میکنین چطور شما میخواییم معلومات بتین در قسمت اول خود چی انگیزه باعث شد که شما تصمیم گرفتین اتا یک بنیاد را ایجاد کنین تشکر فوزی جان نازنین از سوالتان اصلا گذاشته رو پیشتر گفت بدیم بله شاید یک درد رو من از گذاشته داشتم بله که امورا باید یکمک سرش کار میکدم و احساس میکدم که یا دیگه مردم افغانستان همیشه این رقم هستن که دختر
مختاره شرایط زندگیشان اونقدر خوب نیست. بله. در سال 2010 شوهر خوارم پسر کاکایم در اینطوری شهید شدن، ما مجبور شدیم بسیار عاجل رفتیم کابل. بله. که رفتیم یک هفته به او گپات شد، هفته دیگه شم من با استفاده از وقت یعنی کارهای چی خودا شروع کردم ریسرچ و به اصطلاح یک دفعه مصاحبه ها و گپاره که من دیدیم کمی شرایط زندگی دخترها آل در این شرایط خدمت در خانه شا رفتم یک مقدار پول که با خود برده بودم تقسیم کردم و دیگه چیز کردم. من در داخل خانه مردم که رفتم دیدم که مردم مثال یک فامیل دیدم که یک شوهر پیر داره و چند اولاد 5-6 اولاد قدر این قد و یک چیز و یک زن جوان مرد بر 10 سال کتی زن خوب یعنی که جوان بوده دیگه. بله. در نیم دوره ای 5 تا سپلا آورده اما ای زن مرد پای افتیده شده و ای زن جوان مونده اما تمام بار در سر از افتیده. ای زن روزا میره کلاشی میکنه و کارهای شاقه میکنه و ای اولادک های ازی همه کردن که بچه رو مکتب روان کنن پسر خوده دختر ندارن پول یا که مصرف مکتب شده بتن. بهتی یک فامیل دیدم و همه یادداشت کردم که نی باید برای مصارف دستی اینم دخترکای خود باید یک کار بکنم. و ده فامیل دیگه که رستم اونجا بچه یک بکتن دو نفر استفاده میکرد، هم بیادر هم خود بازدم کتابچه بیادر خود خوارش داخلش کارخانه ای خودمشتن میکرد. خوی شرایط من دیدم بسیار رقتبار بود بسیار جگر و خون کرد. من گفتم نه و من زیادتر فوکس کردم و کنسنتری کردم در سر این مطالبه که همین دخترکای خوردگیز زیاد کمک شد که اینا مکتب رفته بتانه. باز آمدم روز دیگه گفتم مرا ببرین در مکتبای خود دخترها که این مکتباشون در چکتون بزیاده. باز که رفتم مکاتب از نزدیک دیدم، دیدم که با وجوده که میلیون ها دلار به خاطر تقوی بنیاد یعنی معارف کمک میشه بله. دنیا بله. مگرم سنتاکایشان خیمه دخترکا زیر خیمه در گرما و سرما عذیب میشن و لابراتوار ندارن و تا کمپیوتر ندارن. در کل مکتب 2500 نفری یک داره ما گفت داشتن و در تمام از این تعداد نفر سید پای کمپیوتر داشتن و یه بسیار جگر مخون کرد. باز از امروی مدیریشان رو مصاحبه کردم اجازه گرفتم عکس گرفتم باز آمدم گفتم اگر شد من کمکتان میکنم اگر در آلم تانستم که یک کار بکنم. باز پس آمدم آلم باز بعض پروگرام ها گرفتم میره نشان دادم به آلمجان دیگه یا اونا که دیدن و در ضمن من قبلا هم بخاطر همی کورکشاپ های کورس های چی؟ کورس های آموزش غذای افغانی زیاد همراه من اونس گرفته بودم این زنهای آلندی و زیاد خوش بودن همراه که من برشانی کارا نیکنم و در فیستیوال ها اشتراک کرده بودم یعنی قبلا یک مقدار کار شده بود برای کارهای اساسی برای ایجاد یک فوندیشن یا یک بنیاد خیریه. مودش و لباس مودش و لباس افغانی را نشان دادم یک کمک اینا همه که پوزیتیف شده بودن. وقتی پس آمدم بین اینا نشان دادم گفتم اینا طرف شرایط زندگی دخترها در کابل من میخوایم که یک بنیاد خیریه را ایجاد بکنم که به می دخترکا کمک کنیم. باز خانم های آلندی و همچنان خانم های افغان که من سپاسگزارشان هستم یک گروه خانم های افغان با چند نفر خانم های آلندی البته در قسمت همی کارهای اداری و حساب و قانون و چیزایی که در آلند است خانم های آلندی کمک میکردن و سکرتر مکاله هست که خانم است که دکترا داره جوان است و اینا هم اگشان دست به هم دادن و مرا کمک کردن که من بنیاد خدا ایجاد بکنم و اینجا نوترس میگن و جای چی میگن و کامل سرکوب پندل فامیل اتاقای تجارت فکر کنم مانا میته و این همینجا ما تمام اسنادهای خدا برای اینا تاویل کردیم اینا تحقیق کردن در مورد ما خوب تایی و این پول کار داشت. خب نال بدون داشتن پول نمیتونه آدم که یک چیز ایجاد بکنه یک انجمن یا یک بنیاده. باز این پولش از این مصارف که کتاب کتاب فروخته بودیم و همی کورسای آموزش که برای آلندیا دایر کرده بودم یک مکه پول جمع کرده بودم که کابل بردم به
خداوند قبول کنه با فامیلای بیگزاد و یک مقدار شه به مصارف انجمن یا این بنیاد خیریه پرداختم. بعد از اون بود که ما رسمی قبول شدیم بعد از همه تحقیق و گپا و بر ما اجازه فعالیت رسمی دادن و گفتن که هدفهایتان با هدفهای ما رو دیدن که ما قبلا داده بودیم که دو هدف ما اینجا تلقیر کرده بودم، یکی کمک به این دخترکای مکتب کابل و دیگه ایجاد یگان سمینار و محافل برای خانم های کمید هستن، خانم های افغانه که دالند هستن، همین هم دق میارن یه بسیار مشکل است ماجرت از فامیل مردم دور میشه، محیط بیگانه، همه چیز که سر خودمون پیش شده یک طور سخت است. ما خواستیم که زنهای افغان اطور یک برنامه هایی بگیریم که با هم باشیم، بر ما خوشایند است، یک صمیمیت ها رو به وجود میاره و آشنایی رو به وجود میاره، رفت آمد ها رو به وجود میاره و ما همچنان میتونیم کلتور خود بین دیگه ملیت ها مخصوصا هلندیا انتشار بدیم، نمایش بدیم. با زمین رو قبول کردن و تا در ابتدا بر ما کم کمک هم کردن، بنام سبسیدی که ما اینمی برنامه های که در داخل خود هلند میشه میره ما برگزار کنیم به نام ملتو کلتوری لحبن یا شبهای چندین کلتوری. بعد ما این کارها را کردیم که هلندی ها بشترا کردن از بعض ممالک دیگه که همزبان ما بودن یا کم شباهت داشت یا بس کلتور ما شباهت اینا بشترا کردن که ما سمینار ها گرفتیم. بله در هر کوارتال یا در هر سیزون فصل ما یک محفل برای خانم ها گرفتیم که با شوق علاقمندی آمدن، کرایه زال پرداختیم، موزیک ماندیم برشان، غذاهای بسیار متنوع و خوب با خود آوردن و یک کلی در فیسبوک یک گروپ فیسبوک دارم که از زمین انجمن است، از این بنیاد خیریه است که این فعالیت کلش در او اکساشون است. دوستای ما از فیسبوک میتونن در او لید شوند و ویرسته کنند. باز ایرمی و دیگه چیز را که ما خواستیم با هلندی ها نشان بدیم، ما که آمدم همین دیرنی پروگراما خویی قبلا هم جریان داشت. بله. یعنی کارای ما به شکل دیگه بود اما این را با یک شکل قانونی آوردیم. بله. با او را به شکل یک بنیاد خیریه و پروگرام های خدا دیگه به این شکل ما فعال ساختیم و مشکلات دخترها را از کابل. بله. در اینکه پاورپوینت پرزنتاسیون میگم دیگه که حقایشان کلشان نمایش دادیم و به اصطلاح کتاب کتابی چیز یک جای شد. بفرمایید. خب کتاب امرای امی هم سیختیم بطور رفیق شد دیگه به اصطلاح که مطارف شد دادم اصطلاح یک جای بود دیگه این امی بود که بیاد ما در قسمت موفقیت پیدا کردیم. چقدر دیر میشه که شما ایجاد کردیم این بنیاد خیریه را؟ از 2014 رسمی ایجاد شد. رسمی که یعنی چند سال شد؟ تقریبا 6-7 سال شد. چقدر شد؟ بله. شما بخیالم که اینجا مکسا دارم شما بخیالم که کابل هم رفتیم درست؟ بله بله. خب باز من چند دفعه دیگه باز کابل رفتم. بله ها. خودم بازم این کمک ها را که جمع کردم خب ما که اکتیویتیت کردیم و مردم چی باز کمک کردن بر ما هم خانم های افغان کمک کردن. بله ها. هم دخترهای جوانشان که یک کاروبار داشتن اینا کمک کردن، هم هلندی ها کمک کردن و در نتیجه یک مقدار پول شد و قدر یعنی زیادی خواه یک مقدار شد که من گرفت در فیستیوال های نیست که هست فیستیوال هست در این فیستیوال ما نمایش های مودش رو دادیم و غذای افغانی را دوستای ما اینجا آماده همی کردن بعضی چیز داره و باز من این پول گرفته رفتم کابل. باز کابل دستم با چند مکتب هست همی چیزکا همی بکتا کمک کردم فامیلای کمک کردن چیزها رو توضیح داریم. بله بله. باز رفتیم بکس خریدیم و داخلی بکس ها پر است از مواد درسی و در این عکس که شما الان داختیم بسیار خاطره دارم. همین عکس؟ بله این عکس که بچه که کاس هست در مکتب سال دیگه. باز رفتم باز ما چند دفعه کابل رفتیم باز در مکتب البیرونی وقتی میخواستیم که بکس توضیح کنیم به این سفلک ها البته معلومه هم گفته بچه ها هستن برای چی کمک ها به دختر هست. آها. بعدی بچگک ها دیگه هم دیگرک هایشان خود میخواستن اساس براین ما سرایشان گرفتم گفتم بچه ها کجا میرین؟ گفتن ما میریم شما با دخترها بخش میتین میبریم بشینین در جایتان بشینین در جایکایتان شما جای رفتن هم میتونین دیگه مایران ماندن که چطور امکان داره؟ گفتم نیال که با معلومشان گفتم میگناه داره این کار نکنین
دیگه کام از فامیلای غریب هستن. حالا دیگه اگه ما باز بچه را تو تیلک کنیم بگویم برو که دخت، باز دیگه این تفاوت جنسیتی شد دیگه. بله آده. یعنی که ما دختر بالا میزنیم باز بچه پایین، من این کار را نمیخوایم. من حالا که هستم دستم تیگه جایی برار دو بچه ها میتین وست برار. باز امو بود که باز ما چی کریم؟ دوم از تکتان که حالا پس کنیم، اما بچگک وقتی اکاس ما عکس گرفتن بی خبر، وقتی بچگک این بچگک است که به عکس دستینی خود مکم گرفتن. اوه نازنینه راست میگین. او عشقایش آمده، عشقایش آمده که من به توضیح کنم. بشال می بچگکی که دستر شید تیر آمده، ما آورد امی بچه. دیگه عشقایش آمده و بچه دستینی خودم تو چسبانده که چطور من بچه. فکر کنین چقدر از توفی کوچک و برشت خلید هست. چقدر خوش ساختشان. مثل که دنیا رو برشان دادید. فقط دنیا رو برازی دادید. باز واقعا نوستان هایی بسی مرا عشقی میامون. واقعا که ما میالا راستی واقعا. اما چیرگه که شما فکر میکنم که گریام کرده. آه گریام. برازی کسیر چیری. اما تو غمگین داره. اما گفت گفت عشق بگفت. اصف با حال مردم ما با حال اطفال. بسیار بسیار. چقدر اینا احتیاج هستن. بسیار. چی اینجا در این عکس شما اینجا چی گفت هسته؟ اینجا این دالند هسته. دالند هست فستیوال هست. بنامه الدنیا فستیوال. سالانه این فستیوال طرف همیجا بعض ارگانیزیشن هست که گرفته میشه و تمام خارجی ها در اینجا کلتور و فرهنگ و ایتاب کتاب خوده و موزیک خوده و غذای خوده و اینا خوده نمایش بازمون خواستیم که نمایش بتیم لباس های افغانیده و همی بعضی از غذاهایی که در روی بازار در افغانستان فروخته میشه مثل سمبوسا و بنانی و چیزا اینا رو با خدا تو هلندی خودشان جور کردن. همی رسپ که از پیشم گرفتن یک رستوران بود کمک ما کردن یک سال 400-500 سمبوسا از مصرف خود پخته کرد. خدا هلندی ها خدا هلندی ها گرفتن. خو رسپ تا گرفتن پخته کردن. بله میگم نه دلیل دینمی کرم میگن دلیل میزه که ما گرفتیم. بله. خب برای میزم یکم باید پیسه بدی گپا قبلا باید خدا ملک کنی خوی کارا کرده بود. باز دینمی که او با خود خانمای سر چدن فروختن فروختن پخته کردن فروختن پیسه که جمع کردن گفتن اینی برای انجمن برای نی بنیاد خیریه آینده برمی دخترکا شما چیز کنی و بله. سر جالب بسیار ما خوش برام خوش آمد. واقعا یعنی هر همکاری که شما کردین هر یعنی واقعا جای افتخار جای خوشی است و خصوصی که شما چه قسم اطفال عشقشان به یک خوشی تبدیل کردین و چقدر من نمیدونم چه قسم شما تقدیر کنم جای افتخار است. بله واقعا که با وجود شما افتخار است و واقعا خدمت خوب کردین برای اطفالی که چقدر احتیاج هستن چقدر احتیاج هستن با یک با گفته شما شاید تو بکس بسیار قیمت نباشه مگر برای اونا مثل دنیا شد که چه قسم از او خوش شدن. تشکر بر اینجا رقم خواهش میکنم. خب تا بالا در هلند چقدر اطفال کمک کردین و یا خانم ما را یعنی تر البته کشورها خب کمک های چیز ندارن ولی باز هم تو منسجم ساختین کمک کردین. کمک گفته شما کار ندارن. بله ها کمک مادی. بله. کمک معنوی کار دارن. بله ها کمک معنوی به این معنی که وقتی میایین در اون محفل اشتراک میکنن وقتی پس میرن کپیچیری خندان و خوش خندان میرن خوشحال برای که یک شب توفیری داشتن خور خدای خدا دیدن. بله. موزیک افغانی بوده یک محفل بسیار خودمانی زنانه بوده کنجا خدا احساس آزادی و آرامش میکنه و دیگه همین مسئله همی نظر سمنک بود که بسیار دامنش رسی شده کلان شده. بله. حتی ممالک هم جوار ما بلژیم و هلند بلژیم و آلمان از اونجا خانم آمدن و از شمال هلند خانم آمدن اشتراک کردن تو مسئله ما بسیار برشان جالب بود. بله. دخترهای جوانشان اطفالشان کلی اشتراک کرده بودن. خود سمنک هم در آلت سبزیش اول دیدن دیگه برشان چقدر جالب بوده. بله ما روی میز ماندیم یکم خما از سفره واریم جور کردیم که سمنک روش بود ما بخیالم نکردیم روان برسن
خب بسیار میشد اکتا کنم. بله نه که میتونه کالن جالب بود. بسیار جالب بود. بله. بله. بله دیگه اینا را چیز کردیم. سبزیشم دیدن. خودم این خانوما کل مرایل اتو میکردیم که طرف روز خانوما میامدن آماده میساختن حتی داریه میزدن شور میدادن. این مراسم که در افغانستان میشه. بسیاره این همی چیزا مثل میکنم. جالب بله. باز در طول روز باز در طول روز که دم داده بودیم باز داخل زال میشتیم. آشپزخانه کلان داشتن این زال که ما میگیرم. باز دیگه آمد آمد مردم که شب میشد باز شب محفل بود باز باده که میرفتنم سمنک برشن جای به جای میکنیم در خوبی اکا میبودن. گفتین مردم یعنی زن و مرد میامدن یا تنها زن؟ نه خیلی خلش خانم ها زن ما تو گفته بودیم تا به اصل 12 ساله بچه که کارو نیاریم. آها چقدر برای خانم ها خوب است و واقعا که کورم تفریح و ساتری در این ملک ها یک در یک مصروفیت ها و چیزا ماشی نیست زندگی ماشی نیست بسیار بسیار رالی کاش که میبودیم که در یکان محفلاتن و اگر خدا بخواید که خبری داشته باشم یک برنامه گفتن و سفر داشته باشم و برنامه داشته باشین که ما هم حساب بگیرم. پروین جان نازنین صحبت ها بسیار مقبول صحبت ها بسیار خوشایند دلچسب حال تقریبا دیگه برنامه ما با خیر رسیده میخواستم بپرسم از شما که پیام دارین البته در قسمت برنامه خود دیگه نمیپرسم فقط میخواستم پیام اگر دارین برای دوستا برای خانم ما و خصوص چون برنامه زن است من دیگه اگرانه پیام میبینیم این کتاب من این کتاب به تازگی چاپ شده و در این کتاب تمام منازل زیبای افغانستان گنجانیده شده و بهترین بله و بهترین رسپت های که بسیار تردیشنل است یا سنتی است میشه اگان اکساش بسیار میبخشیم میشه اگان اکساش نشان بتیم بله چره نه بله بله مثال هاشک است بله خب دیگه مثال ما در اینجا به تحقیب همی چیز همی قصه های ما همی رسپت های ما قصه است ما کل این رسپتار امرای قصه ها چه کردیم پس بسیار دلچسب و مسته بله بسیار مثال به مورد یکی از قصه هایی که بسیار جالب است و ما بعض لباس های افغانی را نمایش دادیم دیگه چیز است مثال همین سال نو ما که ما چی مراسم داریم در سال نو خود یکی سبزی کلاب است ما شب سال نو مثال سبزی کلاب خودم میکنیم صبح یک دو پیشش مثال در شب مردش که میگن سر دیگه میرن بعد از مای جلدی در روز سال نو مردم افسین یا آف میوه درست میکنن یا چیز روز درست میکنن و چیز سمنک و بیخی در کل افغانستان رواج است و من این دیگه پا را خواستیم بیارم و و تمام اصل ولایت ما در اینجا ذکر کردیم که به اصطلاح از شمال از بلخ بله. تا جنوب تا ننگرهار تا قندهار تا بامیان رسم عنعنه‌شونه بله تا بدخشان تا کابل همه گیشه اول قصه هایی که خودم سفرهایی که در طفولیت در جوانی نوجوانی داشتم در این ولایت قصه های خاطرات خود قصه کردیم و بعد از اون رسپته غذایی این یعنی به ولایت هست مثال ما آوردیم در کتاب همراه قصه شد همراه رسم رواج های بسیار مشهورشان مثال مزار شریف میله گل سرخ داره یا ننگرهار میله گل نارنج داره یا این هم ترکایی بامیان قصه بند امیر بسیار قصه افسانوی داره کنم اونجا شنیده بودم از یک نفر اما قصه افسانوی شه ما در کتاب گنجانیدیم یعنی در این کتاب ما نتنا رسپتار رو میبینه کلگی یعنی چیز چیز فکوره نتنا چیز مثال رسپتار رو میبینه کلگی بلکه قصه ها رو میشنوند و مردم عالم هم ولی زیاد علاقه گرفتن که بسیار یک آشنایی به افغانستان پیدا میکنن و همین معرف ما معنی بود که همین چیری زشت طرف میدیا و 40 سال جنگ به افغانستان دادن میدن همراه مناظر زیبا و غذای دلچسب و
با مزه پس کنین و اونا رو به یک با یک زیبایی و لذت و که داشت آشنا کنین. افغانستان هم یک مملکت زیبایی هست. بله بله، یک مملکت زیبا، طبیعت زیبا داره، غذای خوشمزه، مردم مهربان و این جنگ ها یک ماسکی که در افغانستان زدن. یک پروژه های نمیخوایم راجع به سیاست کرد، بسیار پروژه خارجی ما نیستیم. مردم افغانستان بسیار مردم خوب و مردم مهربان هستن و کلتور منصر به فرد خود داره. بله یقینه، عبارت از ما میمانوازی شدن، فوق العاده میمانواز هستن. و این کتاب ما را دوستان میتونن که از طریق وبسایت bol.com، آمازون، بله، یا سلکو کن که پسان اگر شب یا باز پسان چون میتونیم بانیم که بله. که اینا میتونن که آردر کنن در هر نقطه دنیا که باشه. کاش که ما میفهمیدیم که قبلا میداشتیم یا بیننده از طریق تلویزیون نشان میدادیم. ما اما چیز ویب سایده؟ بله ویب سایده امی لازم برسان مندازیم. بله بله، برای که دوستا بسیار سوال میکردن که در برنامه دیگه که از کجا به دست بیاریم. آها یقینا، برای ازیک بسیار دلچسپ است و خصوصی اولادا که این طرف ها زیادتر انگلیسی، شاید زیادتر مردم علاقه به انگلیسی شده. فکر کنم بر شما روان کرده باشم. نه روان کردین، من متوجه نشدم، اما من به خاطر ندارم. فکرم نکردیم، خیره اگر یک لحظه شما. نه خواهش میکنم. بله دیگه دوستا زیاد علاقه گرفتن که من البته جای خوشی برام است که حداقل میبینم که کار من به نتیجه نماند و تونستیم که امیر به جای برسانیم. این را فیسبوک بنام است silkoken.com. ما بحثان روان کرد. آها بله، با واتساپ روان کردیم. نه بله بله بله، خب اینه باید امی باشه. بله اینه نیست دیگه که اگر مستفاده نیست. آه ای اکستان آمد. همو سلکو کنم، فکر کنم داره ای اکساره. خب همی سلکو کنم داره دی اکساره. خب همو بیر سایدش میایه. بله خب تشکر، کوشش کردم من نتونستم شه که بکشم روی استریم. اما من ازمو وبسایت بودم، یک سام که تیدیم بودم. ازمو وبسایت چیز فیسبوک میکشیم شه که امی آدرسه که بیننده ها و هر کس که علاقه داشتن میتونن از طریق فیسبوک ببینن و یا ای که باز بعدا زمیمی امی مصاحبه خود میسازیم شه و میتونن در دسترس قرار میتیم به دسترس بیننده که اگر میخواستن آردر بدن. یک جان تشکر فضل، تشکر فرمین جان نازنین، یک دنیا ممنون از ای که دعوت ما رو پذیرفتن، از صحبت های زیبایتان، از خاطرات مقبولتان و از احساستان محبتتان در برابر اطفال که چقدر یعنی به اصطلاح زیاد خوشایند بود و یک احساس بسیار چیزی به ما داد. یعنی ایران ماندم که شما تانستین یک کار بکنین ولی من نتانستیم تا به حاله که شما هم تانستین. فاوزه جان همین پروگرام شما خانم ها را میارین همهشن مصابی کلام خدمت باور میکنین بیار کلام خدمت هست. خب پرون جان نازنین، یک دنیا از که دعوت ما را پذیرفتین، انشالله آرزومند هستیم که باز هم و باز هم شما را بار ببینیم در برنامه های خود.
سپاس از شما، شب خوش برای شما، موفق باشین، همیشه موفق باشین. تشکر از شما هم چنان تشکر و از تلویزیون بهار و برنامه زن در آینه زندگی جان سپاس. تشکر، زنده باشین. خب بیندای عزیز، تشکر از اینکه لحظات با ما بودین. امیدوار هستیم که برنامه طرف علاقه و دلچسپی شما قرار گرفته باشه. تا برنامه آینده شما را با خدا پاک می سپاریم. خداوند نگهدارتان، دور باشین از گزند کرونا. خدا حافظ بیندای عزیز. Thank you.